به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه ای که امروز تقدیمتان می نماییم در نهایت ماه فوریه در پایگاه اصلاح نیت نشر گشته بود و خیلی از حکومت دزد و غارتگری رحمانوف و مقامات آن را به لرزه در آورده بود. امروز هم ساعت آن آمد که تقدیمی شما بیننده عزیز و گرامی اصلاح تیوی آن را نماییم و امیدواریم که از این دزدی های پنهان شما نیز آگاه گردید و بدانید که کیها ما و شما را راهبری دارند. من زنده بود جناب اولی و این خیلی گپور هیچ وقت نمیگویم. چند سال پیش گفتم که ما استقلالت انرژتیک را به دست آوردیم، بعد یک سال دو سال دیگر فراموش میکنید. از زبان خود رئیس جمهور برآمد این گپ. ما گفتیم این گپ نگویید، حال استقلالت انرژتیکی اون طرف است، چون این استقلالت یگان دولت ندارد. سخن درباره چون که این لوله های نفت و گاز و خطای برق در تمام دنیا پوش خورد، شبکه و نفت و گاز و چیزها هم از باسته پایز و باسته سسترنا می بیاید. این یکان فقط امنیت انرژتیک گفتن در کار است، امنیت هم نداریم. من روی راست گفتم که برق تاجیک سبب مفلس شدن برق تاجیک گناهکار خود حکومت است. بله بیننده عزیز و گرامی، واقعا دزدی هرگز پنهان نمی ماند. مقامات تاجیکستان می گویند که صادرات برق و افغانستان در فصل سرما با 10 برابر کاهش از 400 میگاوات تا 40 میگاوات صورت میگیرد. یعنی در تابستان از اپریل تا سپتامبر 400 میگاوات فروخته میشود، در تیر ماه زمستان باشد 40 میگاوات. اما این گفته و این رقم صحت دارد؟ درست است. در دست اصلاح بعضی از اسناد سری رسیده است که این ادعا را کاملا تکذیب میکند. ولی قبل از آن سند پیش شود، رو ارقام اعلان کرده خود این حکومت در مورد صادرات برق مطرح و تقدیمتان می نماییم که حرف تا 10 برابر کاهشی فروش آن در زمستان را تحت شک و سوال قرار می دهد. بنابر معلومات آژانسی آمار تاجیکستان، این کشور در سال 2022 با مبلغ 106 میلیون دلار قوای برق فروخته است و تاکید شده است که این رقم نظر به سال 2021 حدود 11%، یعنی 10.6 زیاد است. همین منبع میگوید در سال 2023 باشد این رقم باز هم افزایش پیدا کرده است و از تاجیکستان به خارج کشور مبلغ زیاده از 107.7 میلیون دلار نیروی برق صادر شده است که قریب 5% زیادتر نسبت به همین دوره سال 2022 میباشد. و اگر این رقم را بیننده گرامی همچنان خود رحمانوف در سخنرانی هایش مقایسه های عجیب و غریب با سال های خیلی پیش میکند و سال 2021 قیاس کنیم، اگر یعنی در 2 سال آخر صادرات 17% زیادتر است، اینجا برای باز هم بیشتر مفهوم و روشن شدن که ادعای کاهش فروش برق و خارج دروغی محض و فریب مردم است، باز هم از همین آژانسی آمار تاجیکستان معلومات و آمار برایتان می آوریم. تاجیکستان در ینوار سال 2023 با مبلغ بیشتر از 4.3 میلیون دلار برق صادر کرد که قریب به 50.1 میلیون دلار نظر به همین دوره سال 2022 بیشتر می باشد. بنابر تأیید شرکت برق تاجیک، در ماه ینوار سال 2023 تاجیکستان به افغانستان و ازبکستان و قرغیزستان نیروی برق فروخته است. خوب، حالا اگر در فصل زمستان فروش برق از 400 تا 40 مگاوات کم شده باشد، چی تر در ینوار سال گذشته 50% صادرات افزوده است؟ مگر ینوار زمستان نیست؟ حالا باز هم باید با این آمار دقت دهید. آژانسی آمار تاجیکستان میگوید که ماه نوامبر از جمهوری به افغانستان با مبلغ زیاده از 1.9 میلیون دلار نیروی برق انتقال داده شد، یعنی فروخته شد که 46% بیشتر نسبت به ماهی پیشین می باشد. یعنی اینجا هم از کاهش نو از افزایش گپ می رود. ولی حالا رقم های برجسته تر و بزرگتر را پیش چشمتان می آوریم و البته این بار هم از آژانسی آمار که کاملا ثابت و مشخص و معین می کند که حرف کاهش فروش برق از تاجیکستان به خارجه کاملا دروغ و بی اساس است. تاجیکستان در ماهی
دکبر سال 2023 تقریبا 4 مراتب بیشتر به خارج برق فروخته است. از یک پلوس با تکیه به آژانسی آمار تاجیکستان نوشت که تاجیکستان را مبلغ 7.2 میلیون دلار یعنی 38 مراتب بیشتر از ماه قبلی نیروی برق صادر کرده است. باز هم از افزایش صادرات سخن می رود و این صادرات دروز در ماهای است که برق تاجیک می گوید محض در همین ماه ها صادرات را کاهش داده است. خلاصه بیننده گرامی، در مجموع تاجیکستان در سال 2023 با مبلغ حدود 110.4 میلیون دلار برق صادر کرده است که 39% بیشتر از سال 2022 است. سال 2023 تاجیکستان تنها با دو کشور افغانستان و ازبکستان درباره انتقال برق قرارداد به امضا رسانده است. اما بنابر تایید وزیر انرژیتیکا و ذخایر آبی تاجیکستان در سال 2023 در قطار خریدارانی برق تاجیک قزاقستان هم افزوده شده است. بله، و نیز این را هم بیافزایم که بعضی از نواحی قرغیزستان که با تاجیکستان همسایه اند آنچنان ساکنان دهات کانیبادام و غفوروف به ما معلومات دادند از نیروگاه خیراقوم تامین کرده می شود که در برنامه نامه ها و کانیبادام دیدید. این ساکنان می گویند که نیروی برق ما توسط خطوط انتقال برق و ستون های دهه ما به خانه های همسایه های من در قرغیزستان روشنی و گرمی می دهد و خودی ما باشیم در سردی و تاریکی می شینیم. البته وزیر انرژیتیکای تاجیکستان از قرغیزستان هم به عنوان وارد کننده نام بود، ولی نگفت که مثلا حجم صادرات به این کشور و قزاقستان چی مقدار است و در کدام فصل سال، حتی اشاره نکرد که با این کشورها کی و با چی شرایط قرارداد امضا کرده است. این در حال از بیننده گرامی که قاسم جمارت تاقایف رئیس جمهور قزاقستان روز 25 آگوست سال گذشته در جریان سفر رحمانوف به این کشور از وی تشکر کرد، یعنی از رحمانوف که به کشورش برق و آب داد است. دوبینه تاجیکستان به قزاقستان برق و آب میفرستد. در ماه دکبر سال و افغانستان قرارداد نو برای صادرات برق تاجیکستان به امضا رسید و طبق معلومات نشر شده در رسانه های افغانستان برق تاجیکستان در سال 2024 به حد زیاد صادر می شود که در نظر از مناطق تحت تأمین تاجیکستان در افغانستان 24 ساعت با برق تأمین می شود. ضمناً امارات اسلامی یعنی طالبان حکومت خود را چنین نام برند، امارات اسلامی افغانستان تمام قرض های برق تاجیکستان را که حدود 30 میلیون دلار بود پرداخته است و یقین است که رحمانوف همچنین خریداری کیس غفص را با تمام مردم تاجیک، زن و مرد، پیر و کودک، یعنی پدر و مادر، نزدیکان من و تو ایواز، یعنی نخواهد کرد، چون که میداند با که دیدیم هم در نویبر هم در دکبر و هم در ینور و فوریه، یعنی فصل زمستان فروش برق به خارج و از جمله به افغانستان کم نشده است. پس سوال بیننده گرامی پیش می آید که چرا مسئولین تاجیکستان در مورد حجم صادرات برق به افغانستان دروغ می گویند و کوشش می کنند که آمار را، یعنی کم نشان دهند، استاتستیک را و بپوشانند. این دروغ گفتن و این مخفی و پنهان کردن به خاطر چی است آخر؟ ببینید، مثلا سالهای پیش همین شرکتی دبرشنوی افغانستان می گفت که برای هر یک کیلووات ساعت برق تاجیکستان 0.47 سنت پرداخت می کند. اما حالا تاجیکستان که معلوم است چرا پنهان می کند، حتی امارات اسلامی هم درباره نرخ خرید گپ نمی زند. طالبا هم خب کردند و مخفی آن را نگاه داشته ایستادند، چون که رحمانوف دل طالبان هم یفتگی است. فکر میکنه که چرا، برای چی فکر میکنی بیننده گرامی پنهان داشتن را؟ برای آن است که مردم بگویند با ما نمیدیهی و با افغان ها میدیهی، انا برای همین، و یا در خشم و غضب بشوند که چرا این مقدار و حجم کلان فروخته میشود. نه، مسئله این نیست. مسئله این است که پولی اومده از آن به آمار رسمی که اعلان کرده میشود مطابقت نمیکند و فرق حجم مبلغ خیلی زیاد خواهد شد. علت اساسی و اصلی همین است که حجم بزرگ دزدی افشا خواهد شد، یعنی مسئله و مشکل برای دزدی برق است و بدون شک و گمان این توجه از امام علی رحمانوف نیست. خودتان بیننده گرامی قضاوت کنید که اگر اینجا دزدی نیست، اگر اینجا همه چیز صاف و شفاف است، چرا حجم صادرات واقعی به افغانستان اعلان نمی شود؟ بلکه تلاش میکنند که کم نشان بدهند و
و مخفی نگاه می‌دارند. شما از آمار و ارقام اعلام کرده خودشان فهمیدید که همه سال حتی در همین فصل سرما هم صادرات زیاد شده است و کم نی. دلیل دیگر این است که دلیل دیگری گفته ما بیننده گرامی این است که در سال 2023 هنوز از سپتامبر نظر به سالهای پیشینه یک ماه پیشتر لیمیت و یا تقسیم ساعت به اجاره کرده شد، چرا که از همین دوره صادرات به خارج مخصوصا به افغانستان بیشتر شده است. یعنی نگاه کن اتاپلینی و خنک نویای سینو شهر دوشنبه سوید نیست اونست های نبگودم حالا مردم باید چکا کنم. بله، این که رحمان و خانواده وحی میروی برق ملت را به خارجه میفروشد و مردم را در حالت سردی و تاریکی نگاه میدارد گپی نو و تازه نیست. ما بارها گفتیم که پول برق را در صورت حسابهای آفشاریش انبار و ذخیره میکند و حالا طبق وحی با آن سند سری که از دزدی نیروی برق تاجیک دلالت و شهادت می‌دهد روم آورند. این سندها عبارت از دکلراسیه‌های خرید و فروش برق و آلومینی است که توسط فرمای افشاری در جزیره ویرجینیای بریتانیای کبیر با عمل برآورده شده است. برمی‌آید بیننده گرامی که آلومینی را طریق یک شرکت ترکی می‌فروختند، اما همچون قبول کننده پلوچاتل تالکو منیجمنت لیمیتد که سراغ و یا ادرسش در پوست باکسی 3175 رود تاون تورتولا بریج ویرج ایسلندز نشان داده شده است. این شرکت شرکت خصوصی حسن اسدالله‌زاده برادر زن امام علی رحمانوف است. این شرکت ترکی بیننده گرامی چونین است، یکین مدن تکیرت و صنایع انانیم شرکتی. بنابر این سند بیننده گرامی سخن از فروش 600 تن آلومینی با مبلغ بیش از 1.4 میلیون دلار می رود. بنابر دکلراسیه فروش نیروی برقی صادرات نیروی برق باشد در دوام یک ماه آگوست از 1 آگوست سال 2023 تا آخر ماه مبلغ حدود 1.7 میلیون دلار صورت گرفته است. معلوم است که این سند سند فروش لوی برق به افغانستان است، چون که طبق معلومات نشر کرده آژانسی آمار تاجیکستان صادرات در ماه آگوست بیش از 22.2 میلیون دلار را تشکیل کرده است که این نظر به ماه های ایون و ایول متناسبند 3.2 و 5.5 میلیون دلار زیادتر است. مطمئنن آمار این دکلراسیه و مبلغ اعلان نموده آژانسی آمار منعکس نشده و آن تنها برای همان فرمای آفشاری رحمانوف و آیله نوسیرانی و دارد. حالا عکس این دکلراسیه و درسترش سند قاچاق آلومینی، این سند سری و اصلاح رسمی و آن را تقدیم نموده استاده ای ببینید که یعنی این سند میبینید سند سری است. همچنان گفتیم و چه طور خود شما هم میبینید در این دکلراسیه آورده شده یعنی پلوچاتل تالکو منیجمنت لیمیتد سراغایی که این شرکت به قید گرفته شده است. پوست باکس 3175 رود تاون تورتولا بریج ویرج ایسلندز می باشد. این را باید تذکر دهیم که شرکت آفشاری که وابسته تلکا طریق شرکت حقوقی پاتون مارینو اسود یعنی پاناما خوب به قید گرفته شده است که واقعا هم در دست ما این سندهای سری و مخفی وجود دارد که واقعا این پولی تو و من است که اینها غارت دارند و کیسه و منفعت شخصیشان. باید قید کرد که این شرکت حقوقی آفشاری همچنین به کروپسیونرهای دیگر جهانی نیز برای عهد میوانی دنگی شستشوی پول یاری کرده است. از این دکلراسیه هایی که در دست اصلاح قرار داده شده است برمی آید که تنها در یک خاطکه در ماه نویبر سال 2023 تقریبا 600 تن آلومینی به شرکت ترکی فروخته شده و نرخ آن آلومینی فروخته 1.4 میلیون دلار باشد. فعلا یک تن آلومینی در بازار جهانی 2253 دلار است. آن شرکت ترکی که نامش یکین مدن تیکرت و صنایع انانیم
یعنی شرکتی که در استانبول جایگیر می باشد و آن اساسا معدن و کنسنترات های خرام، رخ، سرب، میس استحصال و صادر می کند. آنها اینچنین متال های رخ، متال سرب و کتات های میس، سیم ها و متال های آلومینی را وارد و پهن می کند. یک نقطه را باید قید کرد که این شرکت آفشاری را در سال 2010 صندوق بین المللی پول او گذارانده است، اما نتایج آن مخفیه و این شرکت فروش کب و الومینی رحمانوف، امام علی و اسدالله‌زاده حسن کمک میکند. باور کنید منبع کاملا، یعنی در این مسئله میتوانید که از یک پلوس آن را باری دیگر بخوانید که چیزی که آزاد است. یادتان باشد ریچارد هالین سفیر سابق امریکا در تاجیکستان تلکا را خزینه کیسگی آیله رحمانو نامیده بود. اگر با زبان خود سفیر بگویم کامبینات به صفت گاوی پولی پرزیدنت خدمت میکند. میتوانید از ویکی‌پدیا که در این مسئله گفته شده بود خودتان بخوانید و تا اینکه بگوید چی گپ است. خوب رسم دو را هم دیدید. این پاره اقتباسی از سایت ویکیلیکس بود و اگر باز به همان ویکیلیکس نگاه بکنیم و قول سفیر آماده است که تلکو در سال 2007 تقریبا 8 میلیارد کیلووات ساعت برق را استفاده کرده است. 8 میلیارد و ارزش 1 سنت برای هر کیلووات ساعت. اکنون پدر و مادر تو چقدر استفاده میبرد خودت خلاصه کن، یعنی عکس سیه را ببینو خلاصه برد. و دیگر کارشناسان اگر نگاه کنیم آنها میگویند، اقتصاد شناسی تاجیک پروفسور نوردین قیوموف میگوید تالینگ یک اصولی پیش از تاریخی شستشوی پول است و شرکت الومینی تاجیکستان تلکا باید از آن دست کشد. یعنی میتوانید مفصل در این مورد از ازیا پلوس بخوانید و استفاده برید. اگر کسی گوید که گویا که تلکا حساب های آفشاری ندارد، این از دلیلی برعکس آن اینترنتی خود تلکا نوشته شده است، یعنی تالینگ پارتنر تلکا منیجمنت التده. خوب دیگر کاملا در این مورد با زبان انگلیسی یعنی این مسئله را آورده شده است که می توانید خودتان هر بیننده یکی امکانی فهمیدن آن را داشته باشد و یا اینکه می تواند وارد سایت اصلاح شده کپی کرده گذاشته برای خود ترجمه کرده و بداند و بفهمد و چه کارهای این شرکت مشغول است، تا اینکه دیگر نگویند که یعنی کسی را تهمت داریم چون ما اهل تهمت نیستیم، آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. بله، شرکی تولینگی تلکا منیجمنت التده در اساس قرار داد به تلکا اشیای اساسی تکنولوژی کلینوزیم، کوکسی خام و کلسی، قطره انگشت، فتورید الومینی و کریلورید برای استحصال الومینی اولیه ضرورند که می دهند از آغاز فعالیت شرکت در اساس عملیاتی تولینگی انتقال اشیای خام از کشورهای دور و نزدیک از جمله برزیلیا، یامایکا، گرجستان، قزاقستان، روسیه، لاتویا، چین و غیره عملی کرده می شود. برابر افزودن طلبات کارخانه در آینده وسیع کردن مارشروت های لگیستیکا پیش بینی کرده شده است. می توانید از این منبع که ما استفاده نمودیم استفاده نمودیم. بله، واقعا هم خیلی هنگام تحقیقات منابع بازی زیاد پیدا نمودیم که مربوط به این سند های مخفی بودند. بینندگان عزیز و گرامی، و نقطه ای از همه جالبی این شرکت آفشاری تلکا با نام اتاول لایف عبدالرحمن خالویچ نام نویس شده است و این شخص همچنین علاقه و ارتباط دارد به کارگاهی پخت تازه کنی که در ناحیه شهر توس جایگیر هست. یعنی معلوم است که کی است، فهمیده. معلوم نیست که این کارخانه پخت تازه کنی از آن خودی حسن است و یا از آن حاج رحمت الله برادرش، خوب از رحمت الله و حسن. بیننده عزیز گرامی، می توانید عکس های 4 و 5 را ببینید و خودتان خلاصه نمایید در این دکلاراسیه ها و آنچه که آمده است چگونه اینها دزدی و غارت کردند. و حالا بیننده عزیز و گرامی، به سند گمرکی دکلاراسیه فروش برق به افغانستان رو می آوریم، چون از آن سند های مخفی یعنی می توانیم این را رسمی سی گوییم. چی طوری از این دکلاراسیه برمی آید؟ آنها در ماه نوامبر سال 2023 به شرکت دی افغانستان برشنه شرکت و مبلغی 107 میلیون و
1242 دلار برق فروخته شده است و اکنون شما این رقم را با رقم اعلان نموده حکومت تاجیکستان که در بالا برایتان گفته مقایسه کنید که آیا موافقت و مطابقت میکند یا نه و فرق چقدر است. این هم در حالی که صدها هزار خانه تاجیک و تاجیکستانی بیچاره و در سردی شب را روز میکنند. حکومت امام رحمان مخالفان را اکستریمیست اعلان میکند، اما خود با گروهی طالبان که در اکثریت دولت های جهان همچون گروهی افراطی اعتراف شده اند همکاری میکند. کجاست منطقی شما؟ به برق چگونه شیرعلی کبیری با نام گنی تاجیکستان میخواهد زوادها را به کار اندازد؟ چگونه اینوستور خارجی و یا داخلی میتواند شرکت خود را در کشوری که برق نیست بکشاید؟ و در آخر بیننده گرامی، توجه شما را به دو نقطه دیگری مهم که اثبات میکند برق تاجیک و این عرصه از طرف رحمان و آیله وی دزدیده شده استاده است جلب میکنیم. هر یکی شما در دست رسیدها یعنی چکایی که پول میسپارید یا همان کویتانسیه هایی را که دارید که سوی توای بعدی دیدن شو چکا میدید. در آن از کدام یک بقیه هم سخن میروند، یعنی بقیه قرض. گویا شما مثلا با مبلغ 168 یا 158 سومونی خلاصه نکم از 100 سومونی قرضدار باشید. این یک رقمی تماما دروغین است که قرض و یا دزدی خودشان را بالای مردم بار کردند. شما که قرضدار نیستید، این بقیه قرض از کجا آمده است؟ و نقطه دیگری دزدی این دزدان را بهای ساختمانی راهون هم اثبات میکند. در سال 2008 وقت ساختمان نیروگاه راهون آغاز شد، بهای ساختمان آن 3 میلیارد برآورد شده بود. دیرتر در سال 2016 رقم 9 یعنی 39 میلیارد و در میانه های سال وزارت انرژیتیکا برای انجام این طرح راهون جلب باز 5 میلیارد را ناگزیر دانست. یعنی حالا بهای آن به نزدیک 9 میلیارد رسیده است. میفهمید که سخن از چی خصوص است بیننده گرامی؟ از دزدی است. البته چون مسئولیت ساختمان این نیروگاه و اختیار راهون گسترای است که آن شرکت شخصی حسن اسدالله زاده می باشد. عملا هم شرکت برق تاجیک و هم کارخانه تلکانیز زیر نظارت حسن اسدالله زاده کلانترین دزدی دزدان آیله رحمانوف است. البته کلانترین دزد بعدی خود امام علی رحمانوف. این ادای عزیز گرامی، اصلاح چند پیش یک فعلی خیلی مهم از داد و گرفت های آیله رحمانوف از خارجی به خارج کشور رسید که آن سندها چنان در عکس های این برنامه دیدید چند از آن را استفاده نمودیم و آن را خارا دیدید که چی هستند. روی همه آن سندهای مخفی محاسبوی کار داریم و یک پس دیگر آنها را تقدیم شما ملت و مردمی عزیزمان خواهیم کرد. خانه موش کلانی را دو زد. عادتا وقتی خانه موش را دو زند تلخش میکفه و میمبرد. خوب ببینیم حالا دوست با دوست بچه هایش چی گونه میشود پس از افشای دزدی های کلان حجمش. باور کنید بیننده عزیز گرامی، و دست ما سند های خیلی جالبی از خود داخل آیله و افرادی که یعنی در این دزدی ها و شکل شریک هستند رسیده است و سند های مخفی دیگری در مورد 36 یعنی پیش اگر یادتان باشد میگفتند که هر شیشه سیاه اگر خواسته باشی با ماشینت یعنی ماشینت را سیاه شیشه کنی باید مبلغ معینی به با بانک سپاری و آن میرود برای ساختمان راغون، ولی آن اصلا به ساختمان راغون نمیرفت، آن به حساب های مخصوص میرفت که تنها به خاطر به حساب های این آیله و به منفعت این آیله آن مصرف میشد. از اینجاست که رحمانوف برای این ملت و مردم هیچ کار جز دزدی و غارت و تجاوز نکرده است. خدا کند که این ملت حقیقت و واقعیت های این آیله دزد و یعنی غارتگر را بیشتر بفهمد و بداند. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. آنچه ما میتوانیم به خاطر نجات این ملت کارمان را ادامه داده ایستاده ایم. با دعا باشید خداوند ما و شما را پیروز، مؤید و ممنون از همه آن برادران و خواهرانی که با ما هستند و ما را همراهی می نمایند. از دعاهای نیک خود در این ماه مبارک فراموش نسازید. خدا کند که ما و شما پیروز گردیم. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.